انشاءالله در این راه محکم و قرص ایستادیم، از هیچ چیزی باک نداریم و انشاءالله معلوم میشه که کی صادق مونده و چه افرادی و چه افرادی صادق نموندن. یکی از نقاط قوت جنبش سبز مواضع و دیدگاه های چهره های سرشناس آن است. با اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 100 روز است که با حصر خانگی مواجه شدند، اما از فردای انتخابات 22 خرداد تا پیش از آغاز حصر خانگی، این دو چهره سرشناس جنبش به مناسبت‌های گوناگون با صدور بیانیه، مصاحبه و انتشار یادداشت‌هایی مواضع خود را شفاف بیان کردند. در این گزارش نگاهی گذرا به بیانیه‌های میرحسین موسوی و موضع‌گیری‌های مهدی کروبی در دو سال اخیر خواهیم داشت. موضع‌گیری دیگه ای که برای عضلات اتفاق افتاد این بود که فکر می‌کردن با دو سه تا حرکت بعد از این 22 خرداد مردم به خونه‌های خودشون برگردند. همین که یک ملتی به این عظمت و این گستردگی با دادن هزینه‌های بسیار بیش از 40 روز در خیابان‌ها هست، موضع‌گیری های آقایان موسوی و کروبی تقریبا از اولین ساعات اعلام نتایج انتخابات آغاز شد. میرحسین موسوی در 20 روز پس از اعلام نتایج 9 بیانیه جداگانه منتشر کرد. در روزهای نخست که حضور موسوی در کنار معترضان گاهی سخت می نمود، او در اولین بیانیه اعلام کرد که تسلیم صحنه آرایی خطرناک حکومت نمی شود. یک روز بعد هم ضمن اعلام اینکه ابطال انتخابات حداقل خواسته اوست، از مردم خواست زیر چتر سبز وحدت را حفظ کنند. سومین بیانیه موسوی بعد از راهپیمایی میلیونی 25 خرداد 88 صادر شد. مهندس موسوی در این بیانیه 4 نکته را یادآوری کرد. راهپیمایی ها مسالمت آمیز است، موج سبز وابسته به بیگانگان نیست، محکومیت دستگیری ها و بازداشت ها و همراهی با خانواده شهدا و مصدومان. 27 خرداد میرحسین موسوی در بیانیه شماره 4 همراهی خود را با معترضان برای سوگواری جانباختگان اعلام کرد و 30 خرداد ضمن نگارش بیانیه شماره 5 تحلیل خود را از وقایع بعد از انتخابات بیان کرد. موسوی با برشمردن مسیر سبزی که مردم و او با هم طی کرده بودند، از مسئولان خواست که در پذیرش معترضان تحمل داشته باشند و هر اعتراضی را به خشونت پاسخ ندهند. اهل خیانت در آراء مردم نیست. پیام موسوی شنیده نشد و بعد از سخنرانی 29 خرداد رهبری، 30 خرداد معترضان به خاک و خون کشیده شدند. بیانیه شماره 6 موسوی با انا لله و انا الیه راجعون آغاز شد و او از حاکمیت پرسید آیا مردمی انقلابی که به مشابه همین اجتماعات ما و شما را از فراموشخانه های تاریخ ستمشاهی بیرون آوردند باید مورد ضرب و جرح قرار گیرند و تهدید به زورآزمایی شوند؟ موسوی خود را هم سوگ مردم نامید و باز از سرکوبگران خواست از خشونت در قبال مردم دست بردارند. پس از توقیف روزنامه کلمه سبز، تنها ارگان مطبوعاتی موسوی، در بیانیه شماره 7 موسوی به آن پرداخت و کمی بعد در بیانیه شماره 8 موسوی در واکنش به اتهام زنی های رسانه های حکومت همچون صدا و سیما و کیهان نوشت نه تنها از پاسخگویی در برابر این اتهامات واهمه ای ندارد، بلکه آمادگی دارد تا نشان دهد چگونه مجرمان انتخاباتی در کنار مسببان اصلی اختشاشات اخیر قرار دارند. دیگر بیانیه تحلیلی موسوی بیانیه شماره 9 بود که آخرین نخست وزیر ایران در آن ضمن اشاره به نقاط قوت جنبش سبز فهرستی از مطالبات جنبش سبز را بیان کرد که مواردی چون آزادی تجمعات، مطبوعات و آزادی دستگیر شدگان را در بر می‌گرفت. 12 مرداد 88 موسوی به برگزاری محاکم نمایشی و فله‌ای واکنش نشان داد. آن را تدارکی ناشیانه برای آغاز به کار دولت دهم دانست و نوشت از دادگاهی که همه چیزش تقلبی است انتظار دارند عدم وقوع تقلب در انتخابات را اثبات کند. 3 بعد از انتخابات موسوی بیانیه شماره 11 خود را صادر کرد که در آن با پافشاری بر مواضع خود خواستار تشکیل گروه حقیقت‌یاب، حکمیت مورد قبول همه ذینفعان در مورد انتخابات 10 ریاست جمهوری، رسیدگی به تخلفات و تقلب‌های انجام گرفته و اعمال مجازات برای خاطیان شد.
در اواخر شهریور 88 نهادهای قضایی و امنیتی با کمیته رسیدگی به قربانیان وقایع بعد از انتخابات که موسوی و کروبی آن را تشکیل داده بودند برخورد کرد و موسوی با صدور بیانیه‌ای به این رفتار اعتراض کرد. به باور موسوی وقایع روز قدس سال 88 نقطه عطفی بود. پس بیانیه 13 هدف خود را اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش اعلام کرد و افزود: ما جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد را می‌خواهیم. 14 بیانیه موسوی ضمن اشاره به مناسبت 13 آبان به انتقاد از رفتار دولت ایران در موضوع هسته‌ای پرداخت، آنجا که موسوی نوشت دولت مردان با گشاده دستی از حقوق تردیدناپذیر ملت عقب نشستند. ابتدای آذر ماه نیز موسوی بیانیه شماره 15 را به رشته تحریر درآورد که به بهانه سالگرد تأسیس بسیج مستضعفان یادآوری می‌کرد قرار نبود بسیج جیره‌خوار دولت شود. من گمان میکنم که هیچ کشوری و هیچ نظامی بدون این گردش به اصطلاح افکار و اندیشه ها در یک فضای شفاف امکانه پیروزی و پیشرفت نداشته باشه و این یکی از بزرگترین مطالبات ملت ماست و بزرگترین مطالبات دانشجویان هست که در این رابطه کار میکنند. 16 بیانیه موسوی به مناسبت 16 آذر منتشر شد و او مردم ایران را ملت بزرگ نامید که به گفته موسوی نمی نشیند تا در روز روشن رأیش را ببرند و هیچ نگوید. پس از این بیانیه و وقایع عاشورای 88 که به کشته شدن خواهرزاده مهندس موسوی منجر شد، موسوی بیانیه 17 را صادر کرد که راه‌های برون رفت پنجگانه ای را پیشنهاد می‌داد: مسئولیت پذیری دولت، آزادی انتخابات و مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی تجمعات. اولین شاه رأی من کجا بود به دلیل تخلفات و تقلباتی که بود، ولی مردم وقتی با موانع روبرو شدن و سرکوب و کشتار و شکنجه و همسالین هر سال رو برو شدن متوجه شدن که ما مشکلات وسیع داریم. یک سال پس از آغاز اعتراضات، میر حسین موسوی در 25 خرداد 1389 بیانیه شماره 18 خود را منتشر کرد که منشور جنبش سبز نام گرفت. این آخرین بیانیه از مجموعه بیانیه‌های پیاپی موسوی بود و تنها یک بار دیگر با مشارکت مهدی کروبی پس از مشورت با کنشگران سیاسی و مدنی، ویراست دوم آن اسفند ماه گذشته منتشر شد. مواضع و دیدگاه میر حسین موسوی به این 18 بیانیه محدود نیست و در 2 اخیر او 10 مصاحبه، دیدار و سخنرانی داشته که در همه آنها سعی کرده با یادآوری حرکت عظیمی که تحت نام جنبش سبز شکل گرفته مقصد را به همه نشان دهد. اما مواضع مهدی کروبی، او نیز مانند موسوی از اولین ساعات بعد از اعلام نتایج انتخابات موضع‌گیری کرد. ابتدا با صدور بیانیه‌ای نتایج اعلام شده را مضحک خواند و اعلام کرد که 22 خرداد را دولت نهم به سوگواری تبدیل کرد. سپس در 2 بیانیه اش با نامشروع خواندن انتخابات بار دیگر اعلام کرد که محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور ایران نمی‌داند. هفته ای بعد در 29 خرداد 88 کروبی با صدور نامه ای سرگشاده خطاب به شورای نگهبان به آنها توصیه کرد با ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد اراده ملت را بپذیرند و بقای نظام را تضمین کنند. مهدی کروبی چند نامه سرگشاده دیگر به شورای نگهبان نوشت و خواستار ابطال انتخابات شد که این شورا به هیچ کدام از نامه های او توجهی نکرد. در میانه تیر ماه کروبی به بازداشت ها اعتراض کرد و از مردم خواستار ادامه اعتراض ها شد. در یکی از بیانیه ها او ضمن انتقاد از مسئولان امنیتی و انتظامی پرسید: آیا باید با گلوله به اعتراض آرام مردم پاسخ داد؟ در حاشیه نماز جمعه 26 تیر به امامت اکبر هاشمی رفسنجانی لباس شخصی ها به کروبی حمله کردند، اما او میدان را خالی نکرد و مرداد ماه مهمترین افشاگری را در قالب نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی علنی کرد. تا
تجاوز در زندان‌ها، آزار و شکنجه زندانیان مسئله‌ای بود که بخش زیادی از وقت مهدی کروبی صرف پرداختن به آن شد و هرچند در ابتدا برخی مسئولان قضایی ظاهراً پذیرفتند این موارد را رسیدگی کنند، اما با جدی شدن پیگیری‌ها برخی از مسئولان قضایی و امنیتی سعی کردند بر این جرایم سرپوش بگذارند و بخشی از تلاش‌های آن ماموران صرف برخورد با مهدی کروبی شد. کسانی که اون زمان پیگیری میکردن اخبار رو خوب دیدن که چگونه چهره مشوهی از نظام درست کردند، همین سران فتنه این کارو کردند. دفتر حزب و روزنامه اعتماد ملی بسته شد و بسیاری از نزدیکان کروبی که در جریان ثبت موارد تجاوز و آزار زندانیان بودند بازداشت شدند. مهرماه 88 کروبی در نامه‌ای به آیت الله نوری همدانی با انتقاد شدید از موضع وی درباره رویدادهای پس از انتخابات گفت این موضع نه در محکومیت سرکوبگران بلکه محکوم کردن مردم است. مهدی کروبی که فعالیت‌های او به دیدار با خانواده آسیب دیدگان و بازداشت شدگان محدود شده بود، در یکی از این دیدارها در آخرین روز مهر ماه اعلام کرد که خود را برای همه چیز آماده کرده است. در حاشیه بازدید کروبی از نمایشگاه مطبوعات، لباس شخصی‌ها به او حمله کردند و همزمان حبیب الله عسکرولادی از او و موسوی خواست به آغوش رهبر بازگردند. اما مهدی کروبی در پیام ویدیویی اعلام کرد آنهایی توبه کنند که جمهوری اسلامی را منحرف کردند. حاکم هر چی می‌خواد بگه، یه چاره نمی‌چی در اختیارش نیست. خب از توبه هم صحبت کنیم. توبه باید اونا کنن که خیانت به جمهوری اسلامی میکنن و جمهوری اسلامی رو منحرف کردن. کروبیه با غیرت برس به داد ملت، کروبیه با غیرت برس به داد ملت. در تجمعات 13 آبان باز مهدی کروبی مورد حمله قرار گرفت، اما او همچنان در صحنه ماند تا 22 بهمن که با حمله لباس شخصی ها صدمات جسمی دید. درود بر کروبی! درود بر کروبی! مهدی کروبی در یک سال اخیر و پیش از آغاز حصر خانگی بارها به مناسبت های مختلف موضع‌گیری کرده و دیدگاه های خود را بیان کرده است. از جمله او به انتقاد احمد جنتی چنین واکنش نشان داد که فریاد اعتراض مردم پاسخ به خیانت شورای نگهبان است به آرای مردم. به عقیده مهدی کروبی راه خروج از بحران نه سکوت است و نه تهدید و خشونت، بلکه راه خروج از بحران سیاسی پس از انتخابات تمکین به خواست ملت و به رسمیت شناختن حقوق آنان است. داریم میبینیم که حتی کم کم بعضی آقایان دارن تو مصاحبه امام هم میشن دیگه، حتی براشون امام هم میذارن و میگن که به شما کرد کنم. امام غزالی هم میگفتن، حالا پس چه اشکال داره بگیم امام بایدم. در سالگرد انتخابات مهدی کروبی تاکید کرد که مردم در انتخابات ریاست جمهوری نظری بجز نظر رهبری داشتند تا با این ترتیب یادآور شود دولت با حمایت ضمنی رهبری در نتایج انتخابات دست برده است. در ماه‌های اخیر که مسئولان قضایی از محاکمه موسوی و کروبی سخن می‌گفتند، این مسئله با استقبال مهدی کروبی مواجه شد و حتی در بهمن ماه گذشته گفت اگر حکومت شجاعت دارد مانند شاه محاکمه علنی برای ما برگزار کند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه مشترکی که به مناسبت 22 بهمن 89 صادر کردند یادآور شدند شرایط امروز ایران از مناسبات پادشاهی فقط موروثی بودن را کم دارد. در 100 روز اخیر مهدی کروبی به همراه همسرش و مانند میرحسین موسوی و خانم رهنورد در حصر خانگی به سر می‌برد، بعد از معدود ملاقات‌هایی که برخی از اعضای خانواده با رهبران جنبش سبز داشتند، آنها همچنان بر عهدشان با مردم برای دفاع از حقوقشان ایستاده‌اند. ایستادیم از حقوق مردم دفاع می‌کنیم و به پیمان و عهدی که با مردم بستیم و وعده هایی که قبلش پیروزی دادیم به حاکمیت خودشون.